تعطیله. چی تعطیله؟ سلام آبجی. چه عجب از این ورا؟ گذر پوست به دباخونه میفته. انگار از قدم تو داره گرت و خاک میشه. از گرما کلافه شدم. یه استکان چایی میدی؟ وقتت بلنده. یه دقیقه دیرتر اومده بودی، در قهوه خونه رو بسته بودم. چی شده تعطیل کردین؟ وقت کاسبی تو جاده نصف شبه. خستم، بچم مریضه. ای بابا، صادق کجاست؟ رفته شهر خرید. کی را؟ نیم ساعت پیش با ماشین ابرام. الان که داشتم میمدم یکی از در قهوه خونه اومد بیرون، فکر کردم صادقه. بابام بود، رفت خونه. چه وقت خرید کردن نصف شبی؟ تو قهوه خونه چی نمونده؟ خیلی وقت ندیدمش. شبونه رفت که صبح خرید کنه، زود برگرده. میشه یه جا بندازی امشب همینجا کف مرگم رو بذارم؟ انگار خیلی خسته ای. چته؟ همیشه تو خرمشهر یک کله میرفتی. دیگه نا ندارم، میترسم پشت فرمون خوابم ببره. خوش باله صادق که خودش از بیابونگردی راحت کرد. تو هم خودتو راحت کن. چجوری؟ زن بگی. برو بابا. کجا؟ برم ماشین خاموش کنم. یه زنی بگیر که بتونه مجبورت کنه دست از بیابون گردی بکشی. میترسم از دستش بدتر بزنم به بیابون. میخوای کمکت کنم؟ بیشین سر جات. خوب شد نرفتم. بیرون حسابی داره گرد و خاک میشه. هوای خوزستان وقتی گرما و شرج و گرد و خاک با هم قاطی میشن، میدونی مثل چی میشه؟ مثل حموم دم کرده ای که توش قالی تکنده باشن. چند وقت پیشا ننم پاپیش دود واسم زن میگیره، منم زدم به چاک. مگه دخترشی پیش داشت؟ نه بابا، زن چیه؟ میخوام یه شاگرد بگیرم. خاک. چیکار چراغ داری؟ چراغو چرا خاموش کردی؟ جلو نیا، جیغ میکشم. ساده شبونه فرستادیم دنبال دکتر، صبح اومد جواز دفن رو صادر کرد. تو برو قهوه خونه تو من بیان. Thank you.
پاشو برو سر خاک. سعی کن گریه کنی، دلت وا میشه. دستمال دستشو پاک کرده، یه استکان خواهی، پس تنها بوده، شاید خسته بوده یا به هر علتی خواسته شب اینجا بخوابه. زن رفته براش رخت خواب بیاره. دکتر تو این فاصله قاتل به چی فکر میکرده؟ به رخت خواب. زن رخت خوابو اینجا پهن کرده. قاتل با دیدن رخت خواب وسوسه شده. شاید هم از اون وقتا زنا برای دفاع از ناخوناشون استفاده میکنن. دکتر هیچ اثری از خون لای ناخوناش بود؟ نه. یه وسیله دفاع دیگه. زنا جیغ میزنن. تا برای خفه کردن جیغ زن معمولا دهنشون رو با دست میپوشن. تنها کاری که زن میتونه بکنه اینه که دست رو گاز بگیره. دکتر هیچ اثری از خون روی لبای زن بود؟ نه. چرا از خودش دفاع نکرده؟ لابد دفاع کرده که قاتل بهش ضربه زده. وقتی که جسد رو معاینه میکردم دو ضربه خورده بود، یکی اینجا یکی اینجا. از این دو ضربه کدوم کاری؟ ضربه سوم. اونو هل داده رو تخت، سر زن محکم خورده به دیوار اینجا. علت مرگو چی بنویسم؟ خون ریزی مغزی. پس تجاوز کی صورت گرفته؟ بعد از مرگ. باور کردنیه؟ اگه فرض کنیم که اینجا تاریک بوده، بله. قربان وقتی من رسیدم اونجا چراغ قهوه‌خونه خاموش بود. نگفتم. تو تاریکی و تو اون وضع روحی قاتل متوجه مرگ زن نشده. چطور متوجه نشده؟ آخه تا مدتی بعد از مرگ تن زن گرم بوده. دیشب کجا بودی؟ شهر. برای چه کاری رفته بودی؟ خرید. خرید چی؟ خاربار واسه قهوه خونش. دیشب چه ساعتی رفتی شهر؟ 10:30. با چی رفتی؟ کامیون. وقتی تو رفتی تو قهوه‌خونه کسی بود؟ من بودم. سرگروبانم بنویسم قربان. همه رو بنویس. دیشب تا کی اینجا بودی؟ گشت شب رو که تحویل دادم، گفتم یه نکپا بیام اینجا. ساعت نزدیک 11 بود. وقتی صادق رفت، من اونجا داشتم نماز میخوندم. بعدشم یه چایی خوردم و اومدم بیرون. از جاده که رد میشدم، یه کامیون اومد دم قهوه‌خونه واستاد. شب بود، تاریک بود، نتونستم شوفرش رو ببینم. کاش برگشته بودم. دومده مثل پسرم میمونه. من به این قهوه‌خونه پابندش کردم، دخترم رو بهش دادم. ای کاش نکرده بودم. کامیون از کدوم طرف میمد؟ از اندیمشک. از شمال به جنوب. گشت بعدی نوبت کی بود؟ نوبت من بود قربان. از اون طرف شروع کردم. وقتی رسیدم دم قهوه‌خونه کامیون چیزی نبود. خسته بودم، گفتم برم یه چایی بخورم. بیرون چراغ روشن بود اما توی قهوه‌خونه تاریک بود. گفتم نکنه خوابن. از پنجره نگاه کردم چیزی ندیدم. بعد جنازه رو دیدم قربان. قربان؟ قربان اول از همه من دیدم.
همه چیز گواهی میده که قاتل دخترت یه راننده کامیونه که از شمال به جنوب میرفته. اگه تو صورتش یا دستش زخمی چیزی خورده بود، همین امروز تا غروب برات پیداش میکردم. اما حالا اینجوری پیدا کردنش یه کمی طول میکشه. مگه یه اتفاق کمک کنه؟ اگه رفته باشه طرف جنوب، باید تو گاراژا دنبالش گشت. اما کجا ممکنه رفته باشه؟ اهواز، خرمشهر، آبادان، بندرشاپور. اگه تو گاراژا نشه پیداش کرد، یه روزی تو این جاده بالاخره سر و کلش پیدا میشه. تنها نشونی که ازش هست جای انگشت کثیف روغنیشه. از گاراژای اهواز شروع میکنیم. سرکار بگو اون دیوارم دیگه پاک کنم. فکرش هم من ناخوش میکنه. به هزار جون کندن این قهوخونه رو انداختی، حالا میخوای بری شهر چی کار؟ باز شوفر بشی؟ اگه قهوخونه رو برام بفروشی، شاید با پولش تو شهر کاری را بندازم. تو شهر هیچ کاری نیست که مزدش کفاف زندگی تو بده. کلی اسباب توشه. چه اسبابی؟ دو تا نیمکت شکسته، چهار تا صندلی، یه سنور و یه مشت استکان نلبکی. تنها نگران این بچه است. چند وقتی پیشتون باشه من میرم آبادان سراغ سیف الله. شاید تو اسکله کاری برام پیدا کنه. دیشب تا الان اذیتتون نکرده؟ اگه اذیت کردن همه مثل اذیت کردن بچه بود، دنیا حالا بهشت بود. فلک تا دو فلک.
فلک تخت سلیمان داد بر باد سلیمانی گفت از بادی که خودش میدید و تخت سلام. حال مانت چطوره؟ خوبم. تو چطوری؟ من که میتونم برو ماشین خاموش میکنم و برمیگردم. برو باش برو. رفتم منم بیام دیگه نه. با این بودی؟ نه شوفرش نبود. اینجا چیکار میکنه؟ با یه کامیون دیگه بودم. دیدم این وایستاده. گفتم برم با این یکی. اما شوفرش نبود. ببین. حالا کجا داره میری؟ اونجا یه خرابه هست. اونجا؟ آره جای دنجیه. کی میره این همه راه رو؟ میگم پرین از خانم مالت چه کاره تو آخه اینجا بده بعد اونه که دیدو دیدو کجا بودی سیبیلو میخوای بچه رو ببره سر خاک نه میذارمش پاسکا پیش ولی خان
ولی خان پاسکو نبود، گفتم شاید خونه باشه. صبح زود اومدن دنبالش. میشینم تا بیاد. نمیای سر خاک؟ شما بری، من با ولی خان میام. میخوام سفارش قهوه خونه رو بکنم. تو نمیای پیش ننه؟ چرا بابا، بعد میام. دیروز تا حالا بهانه‌اش رو میگیره، انگار بو برده. لابد کسی بهش گفته. بچه از کجا میفهمه؟ از کجا میفهمه؟ درد بیمادری و فقط بچه میفهمه. دو برابر مرد میشه. وقتی یه ما زن نبینی ها انگار دو ما زن نهید. یه ماهی بود دست از پا خطا نکردم، کلافه و بیچاره. دیگه نصف شبا دست به دعا میشه که انگار دل ملائک آسمون به رحم. همین پریشبا خسته و کوفته. هیچ دانا نصف شب تو نور ماشین آهو دیدی؟ پس به همون قشنگی انگار تو خواب یه زن چادر سپی. زن نگو، حور بهشتی، صورت نورانی مثل قرص قمر، چشم یه همچ، دماغ انقدر. تو جاده وایسد، یه کامیون دو قدم اون وقتر وایسد بود. گفتیم الا این شوفرش هرکیه با یه دست دو تا اندونه برداشته. گفتیم نبا دو تا بودن، حالا یکیشون رفته با شوفر گل بچینه. گفتیم ما میریم شریک بساطشون، عرقی، آبجی، دل قافه. این بر بگرد، اون بر بگرد، دیدیم نه بابا، بوه آدمیزاد نمیاد. القصه دو شک شوفر جماعت خاک پاک بیابون. چادرش پنگ کرد، خاکش کردیم. گرم کارزار بودیم که نه غافر دو قدم اون وقتر چشم افتاد به شوفره. خوابید و رو خاک زل زده بود به کار ما. جستم یخشی گرفتم. حالا مگه پا میشه؟ من کشتگیر مگه زورم بهش میرسه؟ پس انگار هزار کیلو بود. کبریت دادیم، خونی نمانی. تو دنیا هیچی از دادن مرده سنگیتر نیست. او رو بهشتی جا به جا قش کرد. جیغش هنوز تو گوشم ونگ میزنه. من یه تو ور کردیم رفتیم سراغ زنک. گفتیم بندازمش تو کامینا ببریمش پاسکا. گفتیم بشره دیگه، بشر شیر خام خورده، نکنه کار کار خودش باشه. نش نش بود، من زورم بهش میرسه. تازه فهمیدم من مرده سنگی تر زن چاقه، مثل مرده تو قصر خونه مونده بود رو دستم. حالا من اینجا، مگیت اینجا، زنک اینجا، لخت پتی. ایش حالا زن چاق دیدی که قش کرده باشه؟ من باش خوابیدم. علی گوسفنده قصد من یک شناسم. نگاه آهو. علشی. علشی بار بابا
برکنا هویت قاتل هنوز مبهم است. مدرکی که به شناسایی قاتل کمک کند به دست نیامده است. پس از قتل یک راننده در جاده خرمشهر، این دومین راننده ای است که به قتل میرسد. عکسش هم انداخته. کو ببینمش. اینا بیچاره خسرو جونم مرگ شد. من که میگم پای ناموس در میونه. داره میاد. بی خیالش، سرش به نقص و بنشه. آخه چی شده؟ تیر خورده. شما؟ آره 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 دارم دبا بریم اینم بیاد یک اتیاب نویش بیاد تمیزش کنی به مندی خوب میشه تا مغز از بخونم میشوزه نیل داشته باش مثل ارتشک خودم واسه درستش میکنم هیچ وقت تیر نخورده بودم آدم هر جور تیر بخوره درد داره دیگه تموم دستم تیر میکشه اینقدر ناله نکن دردش زیادتر میشه همون کردی بابا درد چیه شما مثل سگ با آدم رفتار میکنی اگه بخوای زرزر بکنی از شهر دست خلاصت میکنم یه دقیقه آروم بگی بابا شما آدم نیستی چرا وقتی ایستاد ولستدی چرا بذارم تو شاگرده که تیر بخوره مف نمیارزه ده تا صندوق چایی ارزشش بیشتر از جون آدمه مگه تقصیر من بود خود از آقا دست کل آب داد میخواستی وقتی جاندارم را دیدی در نری که شک ببره چرا وقتی تیر اولو انداخت چرا ولستدی مگه مخت عیب کرده پسر چرا اونا تیر انداختن مگه واسطه بودم چایی رفته بود کامیون رفته بود بنده و سرکارم حال حاله ها رفته بودیم سلون رفتم بهتر از تیر خاتله بازی اشکنک داره من پول شاکه شوفری ما میگیرم نه پول تیر خواهده جورت داشته باش بسر اگه دست تو یه تکون بدی دیگه اینقدر درد نداره آرنجم دیگه خم نمیشه میخوای ببندم به گردنه دهنم خوش شده دهنم خوش شده آب یخ میخوای برات بیارم بدنم داره سرد میشه نه ترس نمیری کاش خورده بود تو کلم من برسون دکتر بده جیب جاندارما برسه میبرم دکتر چیان میکنی بیا معلومه که میان چرا که نیان بخور ماشین نداشتم به زود باش بخور تو پاسگاه که داشتم یخ کردم که زیر نزن آقا میفرمان زیر نزن من دارم مثل سگ چون بیدم اون وقت آقا میفرمان زیر نزن تو بی تیر خوردن میگی زر زدن چرا زر نزارم یا حالا من برسون دکتر مقت هم میدونی که حالا نمیشه یا لباج سوار شو من از اینجا تکون نمیخورم چهار سال مثل سگ واسد چون کردم اون وقت این واسه منه آقا میخوام با دست تیر خورده تو کوه دنبالشو سرگردون بشم نمیخوای واسد پنج جری بگیرم تو هم
دومش لب میزنه. میخوای بمونی بمون به درک، اما خوب حواست جمع کن. مواد تیک در بیاره. دلش کن حوصله داری. تو زودتر بزن به چک بابا. تو چی کار میتونه بکنه که من نمیکنم؟ خوب خوب هم باشه. تو با میداری بهم پیر بندازم. لو بده. خاطر تخت باشه. بس پرش دست من برو. تشنمه. گلوم خاش شده. دیگه لحظه داشتیم. بجامید. آقای کی باشن؟ مسافر. کره؟ نه. لاله؟ نه. پای اینجا چی کار میکنه؟ میخواد بره شادگان. آدم پخمهیه. سرش به نخ سوزنشه. وقتی دوتا شک بزنن تو لاله گوشش، اگرم لال باشه به حرف میاد. با خودت ببرش. بد فکر نیست. ببرش تو بیابون یه جایی بذارش زمین. ای داداش، پاشو سوار شو. شادگان میره؟ بله. چم میبره؟ بجون بابا، بجون. زود باد. چم میبری؟ برو بالا. نگفت چم میبره. هرچی خواستی بده. از جاده بالایی بیراهی میرم. اگه ژاندارما پرسش میکردن معطلش میکنم. برو براش میکنم. دست علی. کشتنش. چند شب پیشا یه نامرد یه کافر مخشو پریشون کرد. ابن مجن مثل مولام علی سر نماز کشتنش. اگه اون نامرد از دن کمتر رو گیر بیارم، همون بلایی رو سرش میارم که مختار سر قاتلای شهید کربلا آورد. دو شقش میکنم. زنده زنده میندازمش تو دیگه آب جوش. دنیا ایدون مثل قربال میمونه، نخاله هاش میمونن، خوباش مثل رگبار میرن. 6 سال آزگار تو بر بیابون شاگردیشو کرده. خوشگل جوون یه نظر بد به من ننداخت. جوونم به سرای بزدل خون نگیده دست گلاب داده. این جاده شادگانه؟ مگه نمیبینی؟ کجا میری؟ مگه کری؟ نمیبینی دارم میان دنبالمون؟ نگردار میشی سر جاده. اگه به ما رسیدن دهنتو واکنی دخلتو میارم. پاشو، پاشو، دشمن فرار کرد. کیو کیو. کیو کیو کیو. جانم. بچه دخترته؟ بله. سلامت باشی. خدا حفظش کنه. متشکرم. بودو بابا. بودو تو عید بازی کن. بودو قربونت برم. انگار خدا به این راسته غضب کرده. اوضاع ناجوره. تو مرکز بد جوری سر و صدا کرده. روزنامه هم که دیگه شورشو در آوردن. اونا همیشه یک کلاغ چهل کلاغ میکنن.
لابد حق دارم. از مردن دخترت تا حالا چند روزه؟ 19-20 روز. تو 20 روز 5 تا قربونی. 4 تا. 5 تا. 4 روز یکی. با دیشبی 5 تا. دیشب؟ آره. کجا؟ دم دروازه خرمشهر. خفش کردن. بستنش به فرمون. شوفر تریلی بود. من که توش موندم. تو این جاده بوی خون پیچیده. میگم چطور رو با داریم کامیونای شب رو دست جمعی حرکت کنم. خب فکریه که زیر بار برم. بالا سر هر شوفری که نمیشه یه مامور گذاشت. خب دیگه خودشونم باید احتیاط کنن. همه جا چه افتاده که یه بابایی پیدا شده که فقط راننده های کامیون رو میکشه. مردم بدجوری ترسیدن. روزنامه ها مردم میترسونن. مردم از اینجور خبرها خوششون میاد. روزنامه هم رو چیزای انگوش میذارن که مردم خوششون نیاد. مثل ترسیدن. خیلی ها با ترس مردم خودشونو به نون و نوا میرسونن. اسمشو گذاشتن قاتل راننده ها. قاتل ناشناس. قاتل بیرحم. از اینجور اسم. حالا مردم از کجا فهمیدن که اینا همش کار یه نفره؟ مردم تو اینجور چیزا باهوشن. یکی از مجله ها پاورقی ساخته. یه نامه هم از قاتل چاپ کرد. چی نوشته؟ بامزه. همچی سرهم کرده که انگار قاتل هر شب میره پیشش درد دل میکنه. شده پاورقی مجله. هر هفته یه قتل با عکس و یه عالم تفصیلات. آخرش هم مینویسه این هفته نوبت کیست؟ شما یا شما آقای راننده؟ خوششون میاد مردم بترسونن؟ لابد مردم خوششون میاد بترسن. راستی دومادت کجاست؟ پیداش نیم؟ رفته شهر پی کار. گاهی سر میزنه به ما. دخترتو خیلی دوست داشت؟ عاشق معشوق بودن. اسمش چی بود؟ زینب. دومادتو میگم. صادق. اهل کجاست؟ کرده. هر روز بچه رو با خودش میبره بیرون؟ بعضی وقتا که بیکاره. تو این چند روزه زمین و زمان رو به هم زدن. هرچی گاراش تو اهواز و آبادان و خرمشهر بوده پرسجو کردن. به هر که شک بردن کشیدن زیر استنتاق. انگار نه انگار. خدا ذلیلش کنه که چه داغی به دل من پیرزن گذاشت. صادق اومده. سلام. سلام. گیج که آبه ما ناپیدا. چه عجب از این طرف ها؟ در به در، دنبال کار. بابا، برام چی بردی ها؟ بگو دیگه. نو هفتیر. بیا. کیو کیو کیو. برو بابا، تو نمیمیدی، میرم بابا رو میکشم. کیو. یه دقیقه بیشیم بابا. میخوام بکشمه. حالا خستم، بعد. آب. کلاغه از وقتی بچه دار شد
یه چیز سیر نخورد. زلیل مرده بازم در گنجش دیدی؟ آخ ما از دست تو چی کار کنم؟ تو نمین وجبی پدر منو در بردی؟ دنباله چه کاری هستی؟ آبادان بودم پیش سیف الله، گفتم اگه بشه رو تاکسیش کار کنم، خودش روزه تو شرکت بنده. دیدیش؟ قرار مدارش هم گذاشتیم. چه دیدیش؟ دیروز. نه پریشب هم با هم بودیم. دیروز؟ دیروز خودش اومده بود اینجا پی تو. کی؟ سیف الله؟ آره سیف الله، خبری شنیده بود اومده بود سر سلامتی. روت نمیشه راستشو بگی؟ با دروغ گفتن کلا سر خودت میذاری نه من. تو شهر کار گیره تو میاد، تو شهر رو هر قرونی یه فیل پا گذاشته. شهر جای تو نیست. نکنه میگردی پی قاتل؟ بسه بیا و برگرد سر کار کاسبی. نمیتونم، قهوه‌خونه رو بفروشش. چرا؟ من کردم. منم کردم. تو پیری. که باورم نمیشه اینا همش کاری یه نفر باشه. منم اولش باورم نمیشد، از هفته سه تاش با اسلحه بوده. بازم اتفاقه؟ یه اسلحه کمری قدیمی. قربان از کجا فهمیدی؟ این اسلحه ها دیگه از دور افتاده. گریه نکن، چشم تو ببند، صابون نره تو روش پاره کردم. انگار بابا اومد. امروز زود اومدی؟ گریه نکن، گریه نکن. ببین گریه میکنه، اسباب بازیشو بهش نده. بابا برات یه چیز خوب خریده. بس دیگه. خیلی خوب، گریه نکن، الان تموم میشه. ببین دوباره گریه کردی؟ گریه بعده پسر گنده نصف گریه کنه. خسته شدم. خب الان تموم بشه. گریه نمید. بیبی چیه؟ ما هفتیر کنه رو ندیدیم. بازم دم در چشت افتاد به دوتا گنجیش که زبون بسته. ندیدیش؟ من چی کار دارم به هفتیر؟ یادت بیار کجا گذاشتیش؟ تو اصلا رحم به دلت نیست، باز داری کار یاد بچه میدی؟ آخه مرد این گنجشگاه گناه دارن.
چشم داری میسوزه. چه مرگته بچه، یه دقیقه آروم بگیر دیگه. همش که داری نق میزنی. ساکت ما تموشون سلام، چه عجب، چرا دم در، بفرمایین تو. خیلی ممنون، باید برم، میخواستم یه خبری از صادق بگیرم. طوری شده؟ نه، هنوز رو تاکسیت کار میکنه. والا قرار بود، اما خیلی وقته که پیداش نیست، گفت میره اهواز برمیگرده. خب، اگه وقت پیدا شد، بگی یه سر به ما بزنه. حالا چرا اینجا؟ بده، بفرمایین تو. مزاحم نمیشم، مرم از یاد. قربون شما. خبرنگار ما در خرم‌آباد با خانواده داغدیده مقتول ملاقات کرده است. زن مقتول به خبرنگار ما گفته است که قبل از عزیمت شوهرش به سفر نگرانیش را به او اظهار داشته. پیر زن دهاتی که جسد مقتول را کشف کرده هنوز تحت بازپرسی است. گفته می شود پیر زن مذکور به زودی آزاد خواهد گرد. بازم این فکری معرکه گرفته. محمد چای چی شد؟ رانندگان راه خرمشهر تهران از حرکت در شب خودداری می‌ورزند و از برخورد با قاتل بیرحم حراس دارند و می‌ترسند که قاتل راننده‌ها خانواده‌های دیگری را نیز بی سرپرست سازد. جوجه فکلی، چی از قاتل بیرم حراس داره؟ ما که داریم میریم، اونا نمیذارن. بابا این جوان از خودش نمیگه که داره تو روزنامه میخونه. چاخان نوشته. آره جون خودت، تو از یارو نمیترسی ها؟ واسه چی بترسم؟ اگه لولو خور خوره هست؟ حالا بابا دندون رو جگر بذارین، ببینیم آخرش چی میشه. دلتون خوشه بابا. بخون جونم، بخون. دیشب یک منبع مطلع پلیس به خبرنگار جنایی ما اظهار داشت که هنوز هیچ دلیل منطقی برای این قتل‌ها به دست نیامده و انگیزه قاتل ناشناس کاملا مبهم است. ببین چجوری چایش آب میکنه؟ باز اگه گیرش آوردن قیمه قیمش کنن، دو شقش کنن. خواهر اگه این طرف ها گیر بیفته از این بدتر به سرش میارن. یارو زیاد آدمه بدی نیست. زبونه تو گاز بگیر بچه. میبینم مگه اونایی که کشته فرشته بودن؟ اون یکی پیریه که همش پول اینو اونو میخورد، اون یکی زاقیه هم که از این برون بر هی دخترهای بدبخت جمع میکرد میبرد دوب و آباده. بچه پشت سر مرده حرف نزن، اونا دیگه دستشون این دنیا کوتاست. این بابا اگه واسه شماها قتله، عوضش واسه فقیر بیچاره های این جاده برکت آورده. شوفره از سرتشون قدم به قدم نظر میکنم. آخرش یکی از همین شوفره دخلشو میاره. من خودم اگه بخوره به پاستم شعره اگم بره جلاش وامیستم. آره جون خوده، دلم میخواست یارو اینجا بود و میشنو جاشو بخدا. اگه این جاندارمه بذاره من امشب تنهی میرم. بلکی یارو به تورم بخوره. یارو به تو بخوره یا تو بتونه یارو بخوره. خب بخوره پترو دادم. اگه دیدی شیر اخشی بیروشو بکنم ببر واسه زنباقانه. این ناکس یه دختره رفقشه این اون عشقه. ما زن یه باقانه از تو خرمشهر، واسه همینه که جونشو گرفته از این شبونه داره میره خرمشهر. اگه یارو باقانه بفهمه به دست خوش میده. اگه چاکی دهنه تو واکنی گردن تو خورد بکنم. اینه چی میگی بچه ها پیش شما دومیان. خدا برکت بده. Thank you.
مرد آقا بابا تو هم که آفتابت رو این جواهر قایم میکنی پشت دره بیرون نداری یا مسافر ها میبرن یه نفر این برای نیدی؟ که؟ شدین که چی؟ برین دنباله ببینم برین کی بود؟ با تو چی کار داشت؟ از کدوم طرف تا؟ تونستی بشتسی یا نه؟ آتیش گرفتم دارم میسوزم برین دنباله برین دیگه برین بلا خدا برین کنار کوچه بدین
آینه گفتم نیا. صادق سلام رئیس. سلام از ما. چه حال خبر؟ سلامتی. چشه؟ سگ مصب نمیدونم چه مرگشه. داغ میکنه. از تسمه نیست؟ طرف خرمشهر میری؟ فرمایش. والا موتورم اون پایین مونده. وانت بدشانسی بنزین تموم کرده. مگه نمیبینی ازو گرفتیم؟ انشالله طورش نیست. حالا که هست. همین دایی پایینه. بالای قهوه خونه اول. اگرم راه بیفته نیم ساعتی دم اون قهوه خونه وای میسیم ناشتایی کنیم. مگه چشه؟ حساب کتاب نداره. دیشب تا حالا تو این جاده باش پرسه زدیم آخ نگو. صبح تا حالا قدم به قدم از فرم میاد. بیستا. پس نمیبریم؟ استغفر الله. تو فرسخ را پیاده اومدم گمونم حالا باید پیاده برگردم. خب چی کارشون کنم بعد چند بیده؟ دارن بازی میکنم. آقا میشه یه خواهشی بکنم؟ ماشینم دم اون قهوه خونه بنزین تموم کرده. شخصی کرایه که نیست. این روزا مردم مسلمونی یادشون رفته. برو سر جاده ماشین زیاده. این روزا آدم میترسه تو جاده کسی رو سوار کنه. از کجا معلوم که یارو خود قاتله نباشه؟ آدم که کف دستشو بو نکرده. ای آقا یه نامسلمون بله. یه جاده رو نامسلمون کرد. بله درست. چند تا زدی؟ 60. بیا داداش سه تا کپا میشه 60 دیگه ها؟ خداحافظ رئیس. موفق باشی. یارو بیچاره هنوز اونجا وایساده. دیشب تا حالا خفه شدیم بس مسافر این ور اونور بردیم بی فایده. انگار یه جایی دیدمش. میشناسیش؟ گمونم دیدمش. آره روزی که زنش مرده بود. زنش مرده؟ آره دوماد سرگروبان ولی خان دیگه. کدوم ولی خان؟ اون پاسگاهه نرسته به اندیمه. آه هیچ وقت اون ورا نبودم. بیا سوار شو. اون گروبانه که چند وقت پیش دخترش کشتن زن این بود دیگه. انگار یه چیزایی شنیدم. شوفره یه قهوه خونه دم پاسگاه داره. شاید فروخته باشه. میخوای سوارش کنی؟ بعد نیست ثواب داره. صد دفعه گفتم وقتی لقمه تو دهنت حرف نزن. شما ولی خان نمیذاشتم بری. تو شما بگی نشته بیاره. من یکی پیدا کنم یه نگاه به ماشین بندازم. سیاته چایی چند تا تخمه مرغ؟ نیمروی آتاست. تو چی میخوری؟ نیمرو. نیمرو؟ بابا اول تو نشناختیم. ای مگه مرض داری؟ باز که شروع کردی بی تربیت. یه دقیقه راحت نشسته بودیم. دستتو بنداز. الان جنگ میشه. حواست کجاست؟ قربان عادت شده. قربان شما رو دید دست پاچه شد. دیشب تا حالا حواسش جمع بود. کسی شک نبردیم؟ دیشب تا حالا کلی مسافر سوار کردیم اما به هیچ کدومشون شک نبردیم. آخرش هم اونجاست قربان. این یکی اصلا آشنا از آب در اومد.
کی بود مگه؟ دوماد سرگربان ولی خان قربان. دوماد سرگربان ولی خان؟ بله، همونی که زنشو کشتن. حالا کجاست؟ اونجا نشسته قربان. گفتی چی میشه؟ دقصب کن. این یارو کوش؟ کی؟ همین که با ما بود. از اون طرف رفت. جناب سرمان باید همین دورو برا باشه. ببین کجاست کارش. تو تحت بود. چی شده به منم بگو. اون یارو هفتیر داشت. باز چاخان کردی؟ نه به خدا چاخان نکردم. خودم دیدم. از جیبش در آورد. به خدا هفتیر داشت. چی داشت؟ هفتیر. چی داشت؟ تفنگ. بچه ها با اونا رو دنبال کن. دنبال من بیار. انگار دنبال ما میان. بزن کنار رو گردان. به ما چی کار کنیم؟ مگه ما چی کار کردیم؟ سر کنید یه دقیقه بابا چیزی نیست. معذرت میخوام جناب سروان، اتفاقی افتاده؟ کسی با شما سوار نشد؟ نه. کلید صندوق آقا بازه. ببخشید جناب سروان، ما رو خیلی معطل کردید. تکلیف ما چی میشه؟ خیلی معذرت میخوام. شما میتونین تشریف ببرین. خداحافظ. قربان، قهوه خونه رو زیر رو کردیم. انگار آب شده رفته تو زمین. گیر آوردنش دیگه مشکل نیست. بریم پاسگاه.
میدونستی؟ پس چرا به من نگفتی؟ میدونم که دومادته، میدونم که شوهر دخترته، اما تو باید به من میگفتی. 6 سال آزگار تو این بیابون برهوت با هم کار کردیم، عرق ریختیم. من مثل چشمای خودم به تو اطمینان داشتم. هر وقت که به اون شک بردم به خودم لعنت کردم. فکر میکردم اگه دست از پا خطا بکنه تو به من میگی. اون خون جلوی چشمشو گرفته، سرگروه بانولی خان. تو چرا چشماتو رو هم گذاشتی؟ جاده ها از خون سرخ شده. اگه دلت میخواد حرمت 30 سالت به باد بره، سکوت کن. اگه دلت میخواد بعد از 30 سال خدمت پیش هم قطارات سر شکسته بشی، سکوت کن. دلت میخواد؟ آه، دلت میخواد؟ تو خودت خوب میدونی که دیگه دیر یا زود هر جور شده گیر میفته. دیگه قتل عام بسه، بگو کجاست. خیلی وقت به ما سر نزده. مرد تو خودت 30 ساله که اهل قانونی. اگه این لباستو از تنت در بیارم دیگه خودتو تو آینه نمیشناسی. هنوز دیر نشده. میدونم برات مشکله، اما اگه بازم اومد سراغت به من بگو. باور کن کمکش میکنم. سیفو صادق، تو اینجا چیکار میکنی؟ کجایی؟ ناپیدا؟ همین طرف ها. هر شب پدر زنت من بود در خونه ما دنبالت. چطور میدونم؟ چرا سراغ تو رو از من میگیره؟ من نمیری دیدم. چرا گاهی میرم؟ هنو تاکسی تو؟ آره هنو دارم، اون راهش اونجاست. بریم تو تاکسی. خیلی نگران بود، بی خبر نذارشون. تو چت شده؟ بریم تو برات بگم. سیفو، ها؟ میتونی یه کاری برام بکنی؟ چه کاری؟ میتونی؟ چه؟ همین الان. من باید دارم ناهار بخورم برگردم سر کار. بذار بعد. ناهار باشه بعد. عجله دارم. دارم کلافه میشم. آخه چی شده؟ بالاخره حرف میزنی یا نه؟ تو ناخدا دوست آشنایی داری؟ چطور مگه؟ میخوام یه نفر ببره اون دست. چی؟ نکنه خودت؟ چیکار کردی؟ بعد میگم. حالا بگو. دنبالم میگردم. پلیس؟ گیر بیافتم حسابم پاکه. چیکار کردی؟ من قاتل زنم رو کشتم. شوخی نکن. شوخی چیه؟ جدی میگم. کمکم میکنی؟ تو یه دقیقه همینجا باش، من میرم بلکه پیداش کنم.
دیدیش؟ میخواد خودتو ببینی. برای چی؟ چیزی نیست، نترس، مطمئنی. پول مول چیزی داری؟ نه زیاد، نزدیک 100. بده من. منم 150 200 تومن بیشتر ندارم. چقدر میخواد؟ 600. میتونی گیر بیاری؟ نمیدونم. حالا بیا بریم. اسمش چی؟ ناخدا خدا. بگو بیاد. چرا اونجا؟ به خاطر رفیقت. اون میترسه، مگه نه؟ سیف و دلم میخواست به خاطر تو ببرمش، اما نمیتونم. خودت گفتی با 600 میبریش، نگفتی؟ چرا، به خاطر پول نیست، نمیتونم. همین. چرا؟ من زندگیمو با این تخت پاره میگذرونم، اگه از دستم بره زندگیم از دستم رفته. پول خوبیه. پول خوبیه، اما تو زندون به چه دردم میخوره؟ چرا زندون؟ گوش کن، به من چه که اینجا دنیا دست کیه؟ اما من چیزی که یه روزی گندش در بیاد با خودم نمیبرم. تو به من اطمینان نداری نه؟ نه. چرا، ما که خیلی وقت با هم رفیقیم. میدونم، اما تو گفتی این یارو آدم بدبختیه، بیچاره است، میخواد بره دنبال کار. خب من بهت دروغ گفتم. آره، این فراریه، اگه گیر بیفتم به خاک سیاه میشینم. من 10 سال جون کندم تا این تخت پاره تو آب را افتاده، تو میخوای ببندیش به گلوله مامورای مرزبانی؟ پس نمیبریش، ها؟ گفتم که تو خبرچین که نیستی، ها؟ گمون نکن. از اومدن من به کسی چیزی نمیگی؟ نه؟ بچه میترسونی؟ گوش کن، سر زوری لاتبازی در نیار. به قیافت میاد که سر خیلی ها رو بریده باشی، اما من حالا باید برم ناهار بخورم. دب به در بردی؟ بگو چقدر میخوای؟ این شد حرف حسابی. تو خیلی زبون درازی، سیفو به خاطر تو میبرمش، اما با 1200. اگه هم خیال میکنی دبه در آوردم، بی جلو. بی اوقات تلخی تمومش کنی. کی را میفتی؟ فرد و شب، خدا بخواد. کجا سوار شب؟ همینجا؟ اینجا. بچه از کجا؟ فرد هست که بقیه پول آورد، بهش میگم کجا بیاد. دست خدا، فردا دیر نکنی ها. بقیهشو میتونی گیر بیاری؟ تو نداری قرض بدی؟ آه بچه، اگه من داشتم مهد میکردم. باید یه فکری بکنم. قهوه خونه رو چیکار کردی؟ سپردم پدر زنم بفروشیدش. جرأت میکنی بری سراغش؟ نمیدونم، اگه در موندم مجبورم. بچه بی براش دل بپسم. پیرمرد مثل بابامه، بفهمه دق میکنه. نهار کجا بخوری؟
من میرم، امروز زیادی آفتابی شدم. کجا میدی؟ نمیتونم. بیاین پیشت باشه، من نهار خوردم، خودم یه جوری میرم. میخوام چیکار؟ لازمت میشه باید بگردی دنبال پول. پشت تاکسی باشی، کسی بهت شک نمیبره. بد فکری نیست. بعد میذارم در خونه. در خونه نه، ممکنه مامور گذاشته باشم. بذار همینجا، من میام میبرم. مسافر سوار کن بلکه پول تو در بیاری. هیچ وقت یادم نمیره. چی میگی؟ تو هم حالا شریک جرمی. فکر میکنی اگه به خاطر تو نبود میکردم؟ راستی ترمزش با میده، حواست جمع باشه. صادق دیگه خاصش. چرا فرمونش دست راستی؟ انگلیسیه. را دست هست؟ عادت کنی فرقی نمی کنه. شهر شلوغی. چه خبره؟ نشنیدی؟ چی؟ میگن یارو تو شهری. کی؟ همون یارو قاتله دیگه، به ما هم سپردن مواظبش باشی. عکسشو داری؟ نه. بهت میدن اینهاش، من دارم. قیافش تو خاطر میمونه، ببینمش نظر اول میشناسمش. Thank you.
از کدوم در اومدی؟ اون در. کسی تو رو ندید؟ نه. اومدی چیکار؟ لابد دیدن بچه ها؟ کجا رفتم؟ سر خاک. یادم نبود شب جمعه است. تا نیومدن از اینجا برو. نمیخوام دیگه چشم پیرزن به تو بیفته. خبر داره؟ نه. اگه بفهمه زمین گیر میشه. سپردم کسی جلوش حرفی نزنه. مرگ دخترش کمرش شکست. حالا تو میخوای زمین گیرش کنی؟ هزار تومان پول میخوام. دست خوش میخوای. گفتم شاید قهوه خونه رو فروخته باشی. کدوم قهوه خونه؟ ضبطش کردم. هر جوریه برام پیدا کن. نگفتی میخوای چیکار؟ میخوام برم. خسته شدی؟ تو تنهایی گاهی به خودم میگم به این اونایی که کشتم شاید یکیشون خودش بوده. اگه بفهمی نبوده چی؟ تو چه نشونی ازش داشتی؟ فکر میکردم هر وقت ببینمش خونم به جوش میاد، اما چند روز وقتی چشمم میفته به شوفرا دیگه قلبم گواهی نمیده. فهمیدی داری گیر میفتیم یا فشنگه تموم شده؟ هنوز دوتا داره. تو من زمین گیر کردی پسر. مگه دست من بود؟ بین همقطارام سرشکستم کردی. کمکم میکنی؟ شاید برات پیدا کنم. اینجا نمون، برو گروه برگرد. ساده مواد پیرزن ببینه دید. حالت بهتره؟ هنوز ناخوشی؟ خوب شد اومدی، بیا تو. بشین. میخواستم بیام در خونه یه خبری بهت بدم. قاتل دخترت دستگیر شد. شنفتم. از صادق خبری شده.
این یکی خیلی شانس داره. هیچ قاتلی نیست که شانس داشته باشه. کجاست؟ برو برمیگرده، هزار تومن پول میخواست، نداشتم. من میدم. تو خونه من نه قربان، خواهش میکنم تو خونه من نه. نکن بچه. میشه بیام تو؟ نه. بیبی تو خونه هست، نمیخوام ببینتت. گیر آوردی؟ جیگرم بودی، عصای پیرین بودی، نفرین به زبونم نمیاد، اما میخوام یه خبری بهت بدم که از نفرین صد تا بی بزن به دلت کاری تر بشه. قاتل زینبو دستگیر کردم. دروغه. تو زندون پیداش کردم. شبی که زینبو میکشه برای ردگم کردن میره اهواز، دعوا را میندازه، چاقو میکشه که بندازنش زندون تا کسی بهش شک نبره. دروغ میگی. بیبی بیبی صدای صادقه. بابا چرا نگفتی صادق اومده؟ بیبی اگه گفتی کی اومده؟ فکر خودت باش، تو گرما رفته بودی بیرون چی کار؟ دم در با کی حرف میزدی؟ مصادق پس چرا نایمد تو؟ به خود پول میخواست رفت. بر میگرده؟ نمیتونم. آه.
ارائه شده توسط تارنمای مستر موویز.